میون درد و یا عموماً استیخاندروز هنگامی شمال کشی رشه ها و مغز میون استون مهره با وجود آمده در نتیجه میون شخص به درد سخت و ضعیفی مشک ها گرفتار می شود. درد زیاد نشستن و خستن و یا درست حرکت کردن رو برای شخص مشکل تر می کند. به این بیماری بیشتر شخصانی از 40 سال بالا گرفتار می شوند. موافق تحقیقات های کارشناسان فعلا سبب های زیاد وجود دارند که شخص را دچار میون درد می کنند. فعلا در جهان 27% اهالی از میون درد و 15% دیگر باشد از درد گردن اذیت میکشند که طبیبان ورزشی برای برطرف نمودن بیماری مذکور و پرقوت گردیدن استخوان‌ها و تقویت یافتن مشک‌ها ورزش را کار میبرند. زیرا کارشناسان با نتیجه مشق‌های مخصوص جسمانی علاقه ثابت نمودند که تا چی اندازه مشق‌های مذکور برای معالجه بیماری میون درد کمک میکند. در برنامه مذکور ما یک چند مشق‌های جسمانی و یا مشق‌های سالمگردانی را برای شما پیشنهاد می‌داریم که واقعاً برای برطرف نمودن بیماری‌های مذکور کمک می‌کنند. ولی برای درست اجرا نمودن خوبترش سر اول از معاینه طب گذارید و در مرحله اول تحت نظارت مربی و یا طبیب قرار گیرید و پسان به طور انفرادی مشغول شوید. هنگامی نشستن زیاد در کرسی و یا نادرست نشستن در راحت کرسی نیز کمی درد میون را احساس کردن ممکن است. ولی این معنای آن را ندارد که شما گرفتاری بیماری مذکور هستید. در این حالت اجرایش بعضی مشق‌های جسمانی به منفیت شما خواهد بود. به این خاطر نوابسته به میون درد و یا درد گردن گرفتار بودن حتما مشق‌های جسمانی زیرین را تکرار نمایید. زیرا برای طرز حیات سالم و برای پیشگیری چندین بیماری ها و درد اعضای بدن مساعدت خواهد کرد. اگر آماده باشید بیاید مشق‌های جسمانی زیرین رو تکرار می نماییم و در فرجام برنامه خلاصه گیری می کنیم. در مشق اول در گلیمچه گیمناستیکی به طور پشتناکی دراز می کشیم. پایها رو نیز راست انقترش با چونین طرز دراز می کنیم. در خاطر نگاه دارید که کتف‌ها و سر باید در زمین پوره پخش کرده شوند. اکنون مشق را شروع میکنیم. رونی پای راست را به طرف چپ آورده با طرز مذکور 2-3 ثانیه خود را نگاه میداریم. سپس عملی مذکور را با رونی پای چپ نیز اجرا نموده 5 مرتبگی با هر دو پای تکرار مینماییم. مشق دویوم. در مشق دویوم نیز با چنین طرز دراز کشیده پایها را موافق به اندازه کتف ها میکشویم. دست هایمان را باشد بالای قفس سینه گذاشته کتف راست را به طرف چپ حرکت میدهیم. پایها و قسم سورین تا آخر مشق در زمین باید پخش کرده شوند. در حالت مذکور 2-3 ثانیه خود را نگاه میداریم. همین طور باز کتف را به سوی راست نیز یازش میدهیم. مشق دویوم رو با هر دو کتف 5 مرتبگی اجرا میکنیم. سراسیما نشده مدت 2-3 ثانیه خود رو نگاه میداریم.
در مشق سیوم و حالت اولا برمیگردیم و پایها رو با هم پیوست نموده کیت و دستان رو به زمین پخش میکنیم تا هنگام اجرایش حرکت نخورند. هر دو پای رو به طرف چپ حرکت داده و مثل مشقهای در بالا نشان داده مدت 2-3 ثانیگی خود رو نگاه میداریم. عملی مذکور رو همین طور به طرف راست نیز پایها رو آورده اجرا مینماییم. با هر دو طرف 5 مرتبگی اجرا نمودن ممکن است. شاید هنگام اجرایش خستگی زیاد رو در خود احساس نمودید. باک نیست. می توانید کمی دم گرفته پس از برطرف شدن خستگی باز مشق را ادامه بدهید. از بس که مشق جسمانی مذکور رو ما برای برطرف نمودن درد میان اجرا کرده ایستاده ایم، به همین خاطر قریب همه آنها در زمین با طور پشتناکی اجرا می شوند. اکنون میگذاریم به مشق چهارم. در مشق چهارم و مثل مشق دوم پایها را موافق به اندازه کتف ها میکشویم. دست ها را نیز بالای قفس سینه میگذاریم. با حرکت ندادن پایها و قسم سورین قسم بالای بدن را به طرف راست و چپ حرکت میدهیم. در هر دو حالت مثل پیشتر مدت 2 یا 3 ثانیه خود را نگاه میداریم و 5 مرتبگی عملهای مذکور را اجرا مینماییم. مشق پنجم. در مشق پنجم از جای برخواسته با قامت راست اجرا می نماییم. قامت را راست نگاه داشته همیشه به سوی پیش نگاه میکنیم. سپس با چنین طرز خم می شویم. ولی قامت همیشه راست نگاه داشته می شود. مشق مذکور را 10 مرتبه تکرار نموده هنگام خم شدن مدت 2-3 ثانیه خود را نگاه می داریم. مشقهای امروزه ما به انجام رسیدند. مطمئنیم که پس از تکرار نمودن عملهای ورزشی پیشنهاد نموده ما حالت شما بهتر شد. اکنون در یک هفته 3 مرتبه حتما به مشقهای جسمانی مذکور مشغول شوید و با این واسطه سالمی بدنتان را همیشه نگاه دارید. ولی رفت و درفت اجرایش مشق شما درد را در بدن احساس نمودید، در این صورت از ادامه دادن مشغولیت دست کشید. برای درست و به ضرر مشغول شدن قبل از مشغولیت به طبیبان ورزشی مراجعت نموده از معاینه گذارید. همیشه کوشش نمایید که با طبیبان ورزشی و یا مربی مشورت نمایید، زیرا توصیه ایشان برای سالمی شما کار می آیند.